تلخ است خبرها. واکنش شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به تغییر در رهبری هیئت گفتگو کننده طالبان. تغییر و تبدیل شاید فرصت ها را ضایع بکنه و یا این روند را طولانی بکنه. خلیلزاد هم به دوحه رسیده است. افزایش حمله های طالبان در آستانه آغاز گفتگوهای میان افغانان. آیا وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی خارج شده است؟ هیچ کم تغییر و دانست و تر کنترل لاندی دی. پیشبینی افزایش 10% حاصلات انار در سال روان. باغ‌های انار در قندهار برخلاف سال گذشته امروز با امسال با کدام امراض و آفات نباتی مثل سال گذشته مواجه نیست. کشاورزان اما نگران نبود بازار مناسبند. و مسکو به دنبال تقویت توانایی‌های جنگی در برابر رفتارهای ناتو. برام خدا و با عرض سلام به مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی خوش. مشروع خبرها. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که طالبان با تغییر و تبدیل در هیئت گفتگو کننده فرصت را ضایع میکند. سخنگوی این نهاد از گروه طالبان میخواهد که بیش از این تأخیر نکرده و زمان آغاز گفتگو را مشخص کنند. گروه طالبان دیروز اعلام کرده که شیخ عبدالحکیم را به عنوان رئیس هیئت گفتگو کننده این گروه تعیین کرده است. زلمه خلیلزاد هم بعد دو هفته است و وزارت خارجه امریکا گفته که خلیلزاد به خاطر پیشبرد روند صلح و آغاز بیدرنگ گفتگوها به کشورهای منطقه نیز سفر خواهد کرد. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد. بیش از یک هفته می شود که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان برای آغاز گفتگو با طالبان لحظه شماری می کند. طالبان هنوز چراغ سبز نشان ندادند. این گروه دیروز هیئت 21 نفری گفتگو کننده اش را اعلام کرد که رهبری آن را شیخ عبدالحکیم بر عهده دارد. اما شورای عالی مصالحه ملی میگوید که طالبان گام عملی برای آغاز گفتگو بر نداشته و با تغییر و تبدیل عضوهای هیئت فرصت را ضایع میکند. تغییر و تبدیل شاید فرصت ها را ضایع بکنه و یا این روند را طولانی بکنه. امیدواری ما این است که اینها هر چی زودتر این هیئت را که اعلان کردن همراه ما، همراه دوستای قطر، کشور قطر و دوستای استراتژیک افغانستان، خصوصا دکتر صد زلمه خلیلزاد، اینها باید روشن بسازه که این مذاکرات چی وقت آغاز میشه. جانب دولت اسلامی افغانستان کاملا آمادگی داره. یک سلسله مشکلات تکنیکی از سوی تحریک طالبان وجود داره و به زودی انشاءالله رفع میشه. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا به دوحه سفر کرده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفته است خلیلزاد به خاطر پیشبرد تلاش‌های امریکا برای صلح و آغاز بیدرنگ گفتگوها به کشورهای منطقه نیز سفر خواهد کرد. پیش از این شرط طالبان برای آغاز گفتگو رهایی کامل زندانیان این گروه بود. اما چند روز از رهایی کامل زندانیان می‌گذرد، این گروه خاموش است. گروه طالبان در آخرین دقایق و در دقیقه 90 تونست که هیئت مذاکره کننده خود مشخص بسازه و این نشان میده که طالبان آمادگی لازم برای حضور در مذاکرات دوحه قطر نداشته. حکومت افغانستان گفته است نخستین موضوعی که در میز گفتگو مطرح خواهد شد برقراری آتش بس است، چیزی که به باور برخی ها با پیشنهاد بلند بالای طالبان روبرو خواهد شد. حکومت افغانستان برای پیشنهاد آتش بس حتما میکنند تا روند صلح به خوبی پیش بره. در حالی که جنگ باشه طبیعتا روند صلح به خوبی پیش نمیره و ما احتمال میده که طالبان به حکومت موقت پیشنهاد کنند که یکی از چیزهای سلام مهمی که من امحال میگم که شاید اولین سوال ها با بنبست رو بریشیم این دو موضوع خواهد بود. با وجودی که هنوز زمان آغاز گفتگو روشن نشده است، یک منبع حکومتی به تلویزیون یک میگوید هیئت حکومت افغانستان فردا به دوحه خواهد رفت. خب
حکومت و طالبان باید بهانه‌جویی ها را کنار بگذارند و برای حرمت گذاری به خواست مردم روند واقعی گفتگوهای صلح را آغاز کنند. شمار از عضوهای مجلس سنا می گوید که رهبران حکومت نباید وقت گوشی و منافع ملی را قربانی خواستهای شخصی خود کنند. این سناتوران همچنین می گویند که حالا که 400 زندانی طالبان آزاد شده، این گروه باید بیدرنگ آتش بس اعلام کند و وارد گفتگوها شود. جواد تیموری جزئیات می‌دهد. به ریاست محترم مشران شرکت. پایان تعطیلات تابستانی شورای ملی. امروز مجلس سنا نشست عمومیش را برگزار کرده است. محور سخنان همه سناتوران مسئله صلح است. میگویند حالا که پیشرفت‌ها در روند صلح به اینجا رسیده تا دو طرف دور یک میز بنشینند، نیاز است که بهانه‌جویی‌ها کنار گذاشته شود. وقت کشی نکنند و فرصت‌ها را از دست نتن به خاطر انتخاب افراد و اشخاص و چیزهای بسیار کوچکی منافع علیای افغانستان را برهم نزنن. دوار خواهی باید توافق وکی پس لدی قطر در جرگینه چی راست چی کشینو کابل انتخاب کو، کندهار انتخاب کو، کنر و نورستان انتخاب کو، دبتا در مذاکرات مختیوسو. اعلام آتش بس از سوی طالبان خواست مهم اینان است. سناتوران تاکید دارند که با رهایی 400 زندانی طالب، حالا بهانه برای این گروه به خاطر حاضر نشدن به گفتگوها با حکومت افغانستان وجود ندارد. آتش بس به عنوان یک مسئله حسن نیت باید یک چیز قابل اعتماد بین طرفین نافذ شود و در پناه از او مذاکره ادامه پیدا بکنه. در میز مذاکره به خواست مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان حرمت بگذاره. آنچه که مردم میخواهد که موضوع آتش بس است، به این بعد اونا لبیک بگوید. سناتوران همچنان میگویند گفتگوها میان حکومت و طالبان نباید از چشم مردم پنهان باشد، زیرا به گفته آنان مردم بدانند که در مورد سرنوشتشان چه تصمیم هایی گرفته می شود. مونگا ملت او د ملت استازی عام خلق وګړي خويند ورونه په دې باندې پوښي چې اصلي بحث څه ده، د افغانستان د خیر لپاره څوک بحث او څه مواد وړاندې شوي دي. حکومت و طالبان بیش از هر زمانی دیگر به آغاز گفتگوی رو در رو نزدیک شده اند. هر کدام آجندا و خواستهای مشخص خود را تا کنون مطرح کردند، اما مردم منتظرند ببینند تا این چانه‌زنی ها نظام را به کدام طرف می کشوند، بقای جمهوریت یا نظام دلخواه طالبان. سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که همزمان با زمزمه آغاز گفتگوهای میان افغانان، جنگ در کشور شدت گرفته است. اسدالله خالد که برای بررسی امنیت ولایت های شرقی بلخمان رفته می گوید هرچند جنگ در سراسر کشور شدت گرفته، اما اوضاع زیر کنترل است. با گفته معاون سخنگوی این وزارت، در حال حاضر فاریاب، بلخ، میدان وردک، هلمند، قندهار، لوگر و هرات گواه نبردهای شدیدند. همزمان برخی آگاهان نظامی میگویند که طالبان با شدت بخشیدن به نبردها در کشور، در پی امتیازگیری بیشتر در میز گفتگوهای صلح هستند. هادی سحر گزارش میدهد. شدت گرفتن جنگ در چند قدمی آغاز گفتگوهای رو در روی حکومت و طالبان. نگرانی از افزایش ناامنی ها در بخش های از ولایت های شرقی کشور، پای بلند پایترین مقام ارتش را به لغمان کشانیده است. اسدالله خالد در کنار بررسی اوضاع امنیتی لغمان به دیدار خانواده سرباز رفت که چند روز پیش در درگیری با نظامیان پاکستانی در ننگرهار جانش را از دست داده بود. وزیر دفاع میگوید که همزمان با زمزمه شروع گفتگوهای حکومت و طالبان در قطر، جنگ در سراسر کشور شدت گرفته، اما او تاکید دارد که وضعیت زیر کنترل است. متاسفانه په دې وخت رو که په ټول افغانستان کې قطر به خبرو له شروع کې دول اوازو سره جنگونه او جګړې تیزی سوي، ولی الحمدلله سي در هر 24 ساعت در بیشتر از 15 ولایت، بین 10 تا 15 ولایت درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت میگیره. شب گذشته بیشترین درگیری را ما در 11 ولایت داشتیم.
اما مقام های محلی در لغمان میگویند که وضعیت امنیتی در شمار از ولسوالی های این ولایت رو به خرابی است و حکومت مرکزی باید به آن توجه کند. الیشان که الیشان ولسوالی که وضعیت دیر خراب نو پالینگار طرف هم وضعیت خراب ورستل دی امیدواری چی انشاءالله دی تغییر سر بده وضعیت کنترل شود. آگاهان نظامی اما میگویند که طالبان با افزایش خشونت در کشور در پی امتیازگیری بیشتر در میز گفتگو اند و تلاش میکنند تا فشار بر حکومت را بیشتر کنند. دو تا عامل میتونه داشته باشه. اول عامل فشار که دولت افغانستان را بیشتر وادار بکنند به نشست، بقیب نشینی. دوم برای گرفتن امتیازات بیشتر نشان بدن طالبان که در موقعیت برتر قرار دارند. جنگ نیابتی و صلح نیابتی نتیجه نداره. یگانه چیزی را که باید دولت در خصوص این مسئله بدانه و بفهمه و تصمیم بگیره و عمل کنه او عبارت از این است که متناسب به سطح تهدید خود آماده بسازه به جنگ. در آستانه آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان امیدوارها بر این است که خشونت در کشور کاهش پیدا کند. اما به نظر می رسد روند جنگ و صلح افغانستان به صورت موازی پیش می روند. جنگی که غیر نظامیان سال هاست بار سنگین آن را بر دوش می کشند. حاصلات انار در سال روان در کشور 10% افزایش خواهد یافت. پیش بینی های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می دهد که افغانستان در سال روان هجری خورشیدی نزدیک به 200 هزار تن انار تولید خواهد کرد که تنها 80% آن از ولایت قندهار به دست خواهد آمد. اما برخی باغداران از همین حالا نگران نبود بازار مناسب برای فروش فراورده هایشان هستند. تمیم شهید جزئیات می دهد. در آستانه فصل برداشت انار محدودیت ها برای صادرات فراورده های داخلی کشور به ویژه در مرزهای پاکستان برطرف نشده است. بر اساس پیش بینی های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امسال در افغانستان بیش از 190 هزار تن انار تولید خواهد شد. 12 هزار تن بیشتر از سال پار. 80% کل انار کشور از کندهار به دست می آید و سپس بلخ و کاپیسا بیشترین انار را در افغانستان تولید می کنند. قرار گزارش ها در ولایت های بلخ کنار تاشقرغان است و به می شکل در کاپیسا هم امسال تولید ما نسبت به سال گذشته بیشتر شود. مهمتر از همه باغ های انار در قندهار برخلاف سال گذشته امسال با کدام امراض و آفات نباتی مثل سال گذشته مواجه نیست. پاکستان و هند دو بازار عمده انار افغانستان را تشکیل می دهد. اما در سال روان مسیر زمینی صادرات به پاکستان و مسیر هوایی صادرات به هند محدود شده است. و از سوی دیگر کشاورزان از کمبود سردخانه برای نگهداری فراورده هایشان شکایت دارند. یاران رغلی جی خواهید لاری دک سر بندی جی دقی جی بعد است. تغییر فکشی که داده لارو که برای که دینور کنه انشالله. انار سم دی دوی درې میاشتې د لپ سٹور کې مشه دوام کې چې کله بازارونه خالص مش به د خپل مالونه بازار ته مخ کو چې انار نه او پټاټې نه زکه چې مش به مخ د پاکستان څخه دا شان راغوشتل هغه به مشه ډیر قیمته تمامیدل. ازش سردخانه بزرگی که حکومت تعهد ساخت آن را داده تا حال هیچ یک از آن بهره برداری نشده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور 25% است و بیشتر روستانشینان از همین ره گذر درآمد به دست می آورند. یافته های یک تحقیق نشان می دهد که بیش از 50% زنان خبرنگار از روند گفتگوهای صلح ناراضی هستند. نهاد موسوم به رهبران جوان ژورنالیست که این بررسی را انجام دادند می گویند زنان خبرنگار در تیم گفتگو کننده دولت حضور ندارد و حتی حضور خبرنگاران بانو برای پوشش این روند هم محدود است. در بخش دیگر این بررسی آمده که 53% زنان خبرنگار به آیندهشان در افغانستان امیدواری ندارند. شورای عالی مصالحه اما میگوید که حضور زنان در هیئت مذاکره کننده
پررنگ است و آنان از حق زنان به ویژه زنان خبرنگار در گفتگوها دفاع می کنند. اینجا نهاد رهبران جوان ژورنالیست به کار شروع کرد. نهادی که رهبری آن را زنان خبرنگار به دوش دارند. در روز نخست کار این نهاد بررسی نیز در مورد حضور زنان خبرنگار در گفتگوهای صلح را نمایی می شود. بررسی در 4 ولایت انجام شده است و یافته های آن نشان می دهد که بیشتر از 50% زنان خبرنگار از چگونگی حضور زنان در گفتگوهای صلح با طالبان ناراض هستند. از سوی 53% خبرنگاران زن گفتند که با آیندهشان پس از گفتگوهای صلح امیدی ندارند. نماینده زنان خبرنگار در جمع هیئت مذاکره کننده نداریم و همچنان در جمع خبرنگارانی که پوشش میتن نداریم، می خودش میتونه که مورال بیشتر بر طالبا بوده و بر طالبا ایره بفهمانه که زنان خبرنگار و حکومت در قسمت کم آمدن در قسمت حقوق زنان خبرنگار یک گام عقبتر برگشت کرده. همزمان انتقادهایی از حضور کمرنگ زنان خبرنگار برای پوشش این روند در دوحه وجود دارد. سرپرست وزارت امور زنان اما میگوید خبرنگاران زن باید با کارشان صدای خود و مردم در گفتگوها باشند. با فکر میکنم که توسط نوشتن یک مضمون در یک اخبار، توسط نوشتن یک مضمون در وبسایت، ما به هر طریقی که امروز شما میبینین تکنولوژی چقدر پیشرفته است. ما میتونیم که آواز خود بلند کنیم، صدای خود منسجم کنیم و از خود ما نمایندگی کنیم. شورای عالی مصالحه تاکید دارد که دولت حضور زنان را در تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان افزایش داده و از حقهای زنان و ویژه خبرنگاران زن دفاع خواهد کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی به این پابند است که نقش زنان در پروسه صلح افغانستان حیاتی است. در مجمع عمومی که یک مجمع تاثیرگذار خواهد بود، در او حتما نقش خانم ها و نقش رسانه ها بخصوص نقش خبرنگارای زن است و انشاءالله نادیده گرفته نمیشه. در حال حاضر در میان 21 عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان 5 زن حضور دارد. اما به باور برخی فعالان حقوق زن این شمار کم است و باید به زنان نقش پررنگتر داده شود. در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 100 کودک مبتلا به سوراخ قلب به نمایندگی جمعیت هلال احمر در هرات مراجعه کردند. مسئولان در این نهاد در هرات میگوید که این کودکان زیر 11 سال بودند و برای تداوی به مرکز فرستاده شدند. گفتنی است که تداوی کودکان مصاب به سوراخ قلب در 2 بیمارستان خصوصی در کابل و نیز در کشورهای چین و هند انجام می شود. ثبت 100 مورد بیماری سوراخ قلب میان کودکان در هرات در 6 ماه نخست امسال. مسئولان در جمعیت هلال احمر در هرات میگویند که اکثر کودکانی که مصاب به بیماری سوراخ قلب هستند زیر سن 11 سال قرار دارند. اطفالی که تداوی از اونا در کابل در شفاخانه های امیری و فرانسوی ها امکان داره، اور متخصصین طبی تصمیم میگیرند و انجام میدن. دفتر جمعیت هلال احمر در هرات تمامی این کودکان مصاب به بیماری سوراخ قلب را برای تداوی به مرکز معرفی می کنند. پزشکان در کابل پس از دریافت این کودکان آنان را با توجه به وضعیت بیماریشان و بیمارستان های خصوصی در داخل و خارج کشور معرفی می کنند. بر بنیاد آمارها در حال حاضر نزدیک به 5000 کودک مصاب به بیماری سوراخ قلب منتظرن مداوا و صحت یاب شوند. هلال احمر یک نهاد خدماتی خوبیه و یک همان کننده بسیار خوبی بوده، اما فعالیت از اینا خوب بوده کافی نبوده. به تناسب مریضایی که ما داریم، مشکلاتی که در این راستا وجود داره و مریضای قلبی که متاسفانه ماها و سالها در نوبت میمونن، این روند کلانی نیست. بر اساس گفته های مسئولان تداوی بیماری سوراخ قلب 2500 تا 3500 دلار هزینه برمی دارد و تاکنون نزدیک به 9000 کودک مصاب به این بیماری از آدرس جمعیت هلال احمر تداوی شدند. در خارج از کشور، وزیر دفاع روسیه میگوید که کشورش طرفدار رقابت تسلیحاتی نیست، اما در پاسخ به اقدام های غیر دوستانه ناتو مسکو ناگزیر است توانایی های جنگی خود را بیشتر تقویت کند.
سرگی شایگو میگوید که مسکو به تقویت سیستم دفاعی موشکی توانایی های رسمی ارتش و نیز تجهیز آنها به جنگ افزارهای پیشرفته ادامه میدهد. با گفته وزیر دفاع آمریکا، در صورتی که ناتو اقدام های تحریک کننده خود را متوقف نکند، روسیه نیز هر اقدام را برای دفاع از خود در نظر خواهد گرفت. همزمان صدها نظامی آمریکایی برای انجام تمرینات نظامی در مرز بلاروس در لیتوانیا مستقر شدند. اراده روسیه برای تقویت توانایی های رزمیش دلیل هم اقدام های ناتو عنوان می شود. وزیر دفاع روسیه می گوید مسکو علاقه به مسابقه تسلیحاتی ندارد، اما اقدام های ناتو که روسیه آن را غیر دوستانه می خواند ناگزیرش کرده توانایی های جنگی خود را بهبود بخشد. سرگی شایگو در پایان رقابت های تسلیحاتی 2020 می گوید که برای اطمینان از امنیت و محافظت از منافع ملی، اقدام های انجام شده توسط این کشور به هدف تقویت دفاعی و خطرات نظامی مدرن است. روسیه خود را پابند قانون می داند و درک می کند که اقدام های تحریک کننده وضعیت را به سوی رقابت های تسلیحاتی می کشاند. بنابراین تمایل به آن ندارد. اما اقدام های غیر دوستانه ناتو ما را ناگزیر کرده که رقابت ها را دنبال کنیم و نیز توانایی های ارتش را بیشتر دنبال کنیم. همه این اقدام ها به هدف حفظ امنیت، محافظت از منافع ملی و بهبود اقدام های برنامه ریزی شده برای مقابله با خطرهای نظامی مدرن است. از سوی صدها نظامی آمریکایی به لیتوانیا رسیدند تا در نزدیکی مرز بلاروس تمرین نظامی انجام دهند. تانک های آمریکایی پس از چاشت دیروز از مرز پولند عبور کرده و وارد لیتوانیا شدند. ما همکاری متحدان خود را برای تقویت دفاعی ارتش و نیز امنیت منطقه استقبال میکنیم. امروز شمار از نظامیان آمریکایی در لیتوانیا مستقر شدند. این نظامیان نیروهای ما را در بلند بردن توانایی ها و قابلیت های رسمیشان همکاری خواهند کرد و نیز تمرین های مشترک نظامی انجام خواهند داد. این در حال است که تنش ها روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس بالا گرفته است. ناتو هم تانک ها و جنگنده ها را در فاصله 15 دقیقه‌ای مرز این کشور مستقر کرده و کشورهای همسایه به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور منتخب بلاروس دستور راه اندازی انتخابات مجدد را دادند. پیش از این کرملین گفته است در صورت نیاز آماده است تحت پیمان امنیتی با بلاروس به منسک کمک های نظامی فراهم کند. مرد با چاقو در مرکز شهر بیرمنگام در بریتانیا چندین نفر را زخمی کرد. پلیس میگوید که این رویداد نیمه های شنبه شب رخ داده و مهاجم توانسته فرار کند. بیرمنگام با بیش از 1 میلیون جمعیت دومین شهر بریتانیا است که در مرکز این کشور واقع شده است. پس از تصمیم آمریکا برای فروش جنگنده های F-35 به امارات متحده عربی، اسرائیل خواستار کمک نظامی بیشتر از آمریکا شده است. شمار از رسانه های اسرائیلی گزارش داده که این کشور از آمریکا خواسته کمک نظامی به اسرائیل را افزایش داده و انتقال آن را تسریع کند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل خواهان دریافت تجهیزات نظامی پیشرفته تر و ایجاد سرعت در کمک نظامی آمریکا برای تضمین برتری نظامی اسرائیل است و هدف آن با عنوان نوع غرامت بابت تصمیم آمریکا در فروش جنگنده های F-35 به امارات است. بر اساس این گزارش، مقام های اسرائیلی گفتند که دونالد ترامپ خواهان حفظ شغل کارکنان صنایع تسلیحاتی آمریکا است و اگر تجهیزات از آمریکا بیاید، هم به نفع آمریکا و هم به نفع اسرائیل خواهد بود. تلاش امدادگران برای یافتن افراد زنده در زیر آوار بر جای مانده از انفجار محیط بندر بیروت پایان یافته است. امدادگران یک ماه پس از انفجار مرگبار در بندر بیروت اعلام کردند که امید به پیدا کردن افراد زنده در زیر آوار ندارند. بیش از یک ماه پس از این انفجار، تلاش‌های برای جستجوی افراد زنده در زیر آواره‌های بر جای مانده از این انفجار تا دیروز ادامه داشت. در انفجار محیط بندر در 4 آگوست حدود 190 نفر کشته و 6000 نفر مجروح شده است. والها مهمترین های ورزش با ادریس فاروقی.
فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال با پشتیبانی مالی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری و نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ مراسم افتتاحی این لیگ را در رساندن تصویر از فرهنگ و عنعنه افغانستان به کشورهای دیگر تاثیرگذار می داند. از رهگذر این گونه برنامه‌های کلان ملی ما توجه همه را به فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی خود جلب می‌کند. در همین حال فدراسیون فوتبال می‌گوید این دور رقابت‌ها نسبت به دوره‌های پیش فشرده‌تر به گونه تورنمنت برگزار خواهد شد، نه بازی‌های رفت و برگشت. نظر به محدودیت زمانی که حالت کرونایی ایجاد کرد، ما نمیتونیم به اون شکل که سالهای گذشته داشتیم، ما به یک سیستم مسابقات تورنمنتی این بازی‌های خود به خیر شروع میکنیم و ختم میکنیم. نهمین فصل لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است 24 ماه روان میلادی با حضور 8 تیم آغاز شود. مصطفی آزادزوی به تیم ترات در لیگ برتر فوتبال تایلند پیوست. مهاجم 28 ساله تیم ملی فوتبال کشور با قرارداد یک ساله به ترات اف سی پیوسته و قرار است پیراهن شماره 7 این تیم را برتن کند. آزادزوی پیش از این عضویت تیم ناکن پاتهام تایلند را در اختیار داشت. سومین فصل استعدادیابی و نخستین دور کارگاه آموزشی داوری بسکتبال از سوی فدراسیون این رشته در ولایت قندهار پایان یافت. بلند بردن سطح آگاهی ورزشکاران یکی از هدف‌های مهم این برنامه گفته شده است. در پایان چهره‌های برتر به دو تیم زیر سن 14 سال بسکتبال این ولایت راه یافتند. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.